أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ديان يوم الدين. اللهم صل وسلم على حبيبك ونجيبك وصفيك وخيرتك وصفيك وخيرتك في خلقك، حافظ سرك ومبلغ رسالاتك، بشير رحمتك ونذير نقمتك، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين، وصل على جميع الشهداء والصالحين، وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المسلمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند علی اعلی را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شما عزیزان، خواهران و برادران را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. تقوایی که عامل سعادت، خوشبختی و محافظت ما از هر ضرر و زیانی است. تقوا را حفظ کنید، با تقوا خودتان را از هر آسیب و خسران و ضرر نگهداری کنید. الا فسونوها و تسونوا بها. خطبه اول بحث قرآنی با منظر اجتماعی، مخصوصا بحث امنیت و بحث رفاه و درآمد، به عنوان یک وظیفه در این جایگاه میپردازم. در خطبه دوم دو سه تا تذکر که لازم است اونها را از باب وظیفه و مسئولیت به عنوان مسائلی که در کشورمان جریان داره یادآور میشوم. در پایان و در ادامه خطبه دوم به مناسبت ایام فاطمیه که دیروز به روایت 95 روز روز شهادت بی بی بوده و امروز روز دوم این مصیبت سنگین است، به گوشه های از این جریان و از این مصیبت و به شمه از شخصیت حضرت زهرا اشاره خواهم کرد. اما بحث خطبه اول، یکی از آیاتی که خداوند از قول خلیلش در سوره مبارکه بقره آیه 126 نقل می کند این است. می دانین شما عزیزان، وقتی حضرت ابراهیم آمد به مکه، چای زمزم را به دستور خداوند آماده کرد، بهره برداری شروع شد. و از قال ابراهیم،
وقت خلیل خدا مأمور حضور در مکه معظمه شد دعا کرد رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات. در قالب دعا که یک سبک ویژه است، هم انسان را به کار وامی دارد و هم از نیروی مافوق نیروی طبیعت و بشر بهره می گیرد، یعنی از لطف خدا، دو موضوع را مطرح کرد، دو موضوع مهم و اساسی. یکی مسئله امنیت، رب اجعل هذا البلد آمنا، خدایا این شهر را شهر امن قرار بده. حضرت خلیل اولین خواستش در انجام این مأموریت این است که این شهر را شهر امن، شهر بدون دغدغه و جنجال، نگرانی، استراب، استرس قرار بده. ورزق اهله من الثمرات، ساکنان این شهر را از همه رویدنی ها و محصولات زمین، ورزق اهله من الثمرات، از منابع که روی زمین برای رفاه بشریت میروید اینها را بهره‌مند گردان. پس سعادت جامعه به عنوان خلیل خداوند به دو چیز گره خورده، یک مسئله امنیت، دو مسئله رفاه. اگر امنیت نباشد یا رفاه نباشد، دستاوردهای یک جامعه هیچ است. از پیشرفت علمی، از پیشرفت سیاسی، از پیشرفت مذهبی و اعتقادی خبری نیست. اسلام دین است که هم دنیای مردم را با راهنمایی ها تأمین می کند و هم سعادت و آخرت را برای انسان ها نشان می دهد. لذا همون خدایی که به خلیلش دستور می دهد به سرزمین خشک، اینی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، با همسرش و با طفلش حضرت اسماعیل می رود، اولین درخواست ابراهیم از خدا بحث امنیت است، بحث فراوانی است. و ما تا امروز این پلان، این طرح و این دعا و هدف حضرت خلیل را مشاهده میکنیم. مکه شهر امن است. لیلاف قریش ایلافهم رحلت الشتائی و سیف فلیعبد رب هذا البیت، خدای این خانه را عبادت کنین. الذی اطعمهم من جوع، او خدایی که اینها را از گرسنگی بیرون کرد. و آمنهم من خوف، از ترس و وحشت و نگرانی، از اضطراب، اینها را رهانی. اسلام دنبال یک زندگی مرفه قابل قبول برای دنیای همگان، قابل قبول برای اندیشه ها و خردورز ها. بر همین اساس باید ما با تأسی به قرآن راه های امنیت و فراوانی را دنبال کنیم. تلاش یکی از این راهکار هاست. لیس للانسان الا ما سعا، تجارت، داد و ستد، دلسوزی، نصح، خیرخواهی، اصلاح همگان، اینها پدیده ها، برنامه ها و حرکت هاییست که امنیت و رفاه جامعه را به بار می آورد. به این بخش ها شاید کم و بیش توجه شده باشد،
من از منظر قرآن به یکی دو نکته اساسی که حرفای مورد نیاز و ضرورت امروز جامعه است و اینا بپردازم. یکی از برنامه های اسلام این است که برای تأمین امنیت، برای آبادی و رونق گرفتن داد و ستد و درآمد و افزایش در واقع درآمد زندگی، بالا رفتن سطح رفاه جامعه، باید به این مسائل هم توجه کنین. احترام به مقدسات مردم، احترام به اخلاق مردم، احترام به باورهای مردم، اینها در کنار تجارت و صنعت و فرهنگ زمینه آبادی مملکت، زمینه رفاه مملکت، زمینه امنیت مردم را که در شهرها کنار هم زندگی می کنند، این زمینه ها را فراهم می کند. خداوند همون گونه که به حقوق افراد توجه دارد، حریم خصوصی مردم باید حرمتش نگه داشته شود، خون مردم، مال مردم، ناموس مردم، اینها باید همیشه در امنیت باشه، جایی که ناموس مردم احساس خطر کنند اونجا کار نیست، اونجا پیشرفت نیست، اونجا شگوفایی نیست. جایی که خون مردم، سلامت مردم در خطر باشد، باز هم وقت نیست، فرصت نیست، نشاط نیست تا برای پیشرفت و ترقی برنامه ریزی شود. جایی که مال مردم در معرض خطر است، زمینه رشد اقتصادی، امنیت اقتصادی فراهم نمی شود. در کنار اینها باید به عقاید مردم هم احترام گذاشت. قرآن در سوره مبارکه انعام، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم. چه آیه‌ای، چه نسخه‌ای، چه برنامه جالب و همه جانبه اجتماعی که دشمنی ها حتی اختلاف باورها را تبدیل به دوستی و محبت و همپذیری می کند. امروز ما در یک کشور زندگی می کنیم که همه مسلمانیم. اسلام می گوید حتی اگر در یک کشور زندگی می کنی که بت پرست است، خدا را قبول نداره. به بت‌های بت‌پرستان بد نگویید، سب یعنی نفرین، فحش دادن. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، این آیه، آیه 108 سوره مبارکه انعام است. ولا تسبوا الذين، فحش ندین، بد نگین کسانی که غیر خدا را می‌پرستند. فیسب الله بغیر علم، اونها هم خدا را ناآگاهانه و جاهلانه فوش میدن. برنامه جامعه همیشه فوش، بی حرمتی، عوضی که خلاقیت بکنن، طرح بدن، زمینه های شگوفایی مملکت رو فراهم کنن، چگونه مزرعه داری، دامداری، چگونه صنعت، چگونه تولید، به فکر اینا باشن، چگونه معادن استخراج میشه، چگونه اقتصاد تقویت بشه، مرزها چطوری از ناامنی حفاظت بشه، به جان هم میفتین. تکفیر، تفسیق، فتوای قتل. فرمود که چرا؟ کذالک زینا لکل امه عملهم، ما عمل هر قوم را در نظرشان زینت دادیم. طبیعت انسان ها این است که هر کس کار خودش دوست داره.
اگرچه بازگشت همه به سوی خداست. شما حق ندارین فحش بدین. در جامعه برای ایجاد امنیت، رشد و ترقی، تکامل و پیشرفت با تکذیب نمیشود کار را به جای رسان. چه کار کنیم؟ و قولوا للناس حسنا، با مردم با احترام زیبا حرف بزنین، بیدار کنین، استدلال کنین، مردم را هوشیار کنین، مردم را بکشانین، قلبهاشان را بکشانین، ذهنهاشان را روشن کنین. و قولوا للناس حسنا، با مردم به زیبایی سخن بگین. رضا اهل بیت فرمودن اگر مردم زیبایی سخن ما را بشنون و بدانن، لو علم الناس محاسن کلامنا، اگر مردم زیبایی سخن ما را بشنون لتبعونا. قرآن دین اجبار نیست، دین اکراه نیست، دین زور نیست. این رفتار باعث می شود امنیت جامعه تأمین بشود، تلاش و کار جدی میشه، امید بیشتر میشه. هر کس هر عقیده ای داره میگه این کشور من است، اینجا من آزادم. اما از اون طرف بدون فوش، بدون دشنام، بدون سختگیری حقایق رو بگو. هرچه سرمایه علمی داری، نکته داری، لطیفه داری، مطلب داری، با ادب، با رعایت حقوق، بدون این که به کسی توهین تحقیر به وجود بیایه، اینها را مطرح کن. به همین دلیل است که قرآن رفتار جامعه پسند و در واقع زیبایی را مطرح می کند که من فرصت نیست فعلا در این خطبه با او بپردازم. میگوید اگر یک درگیری، یک حادثه جامعه است، جمعیت های فراوان کنار هم زندگی میکنن، اتفاقات غیر مترقبه مثل همین برف و زلزله و باران و سیل و حوادث غیر مترقبه و غیر پیشبینی طبیعی که به وجود میآید در جامعه گاهی به وجود میآید، اما کاری کنین که این حوادث زمینه دشمنی را فراهم نکنند. حکومت ها تغییرات می آید، هیچ حکومت ثابت نیست. اون چیزی که حاکمیت ها را زیبا می کند، نه حاکم، حاکمیت ها را زیبا می کند، عدالت است. جمال الولاد، العدل قوام الرعیه، عدالت باعث بقای جمعیت هاست، باعث پیشرفت و اقتدار و تلاش مردم می شود و عدالت باعث زیبا جلوه کردن حکومت هاست. اگر می خواهیم یک کشور و یک جامعه و مردم زیبا داشته باشیم، باید به نسخه های قرآن توجه کنیم، دشمنی ها را تبدیل به دوستی کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام علی محمد رسول الله وعلی علی امیر المؤمنین وعلی الصدیقه الطاهره
و علی الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة الخلف الصالح ائمه المؤمنین. بار دیگر همه شما عزیزان را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم در خطبه دوم از باب وظیفه یکی دو موضوع را از مسائل روز لازم است عرض بکنم. مسئله اول، وزارت امر به معروف و نهی از منکر دولت امارت اسلامی از محتسبان خواستند و تذکر دادند که محتسبین، افرادی که وظیفه بررسی مسائل اخلاقی و مسائل اجتماعی را دارند، تقاضا کردند به حریم خصوصی شهروندان تعرض نکنند. کسی حق نداره مسائل شخصی افراد را دنبال بکنه. قرار نیست که ما زندگی شخصی مردم را به زحمت و به تجسس مورد ناامنی و سلب آرایش بکنیم، سلب آسایش بکنیم. اینه که کسی از وسایل شخصی چگونه استفاده میکنه، اینا مربوط میشه به خود افراد. و گفتم اگر کسی به حریم خصوصی افراد وارد شود و باعث اذیت و آزار بشود، از طرف وزارت اونها مسئولیت ازشان گرفته می شود و حتی مورد بررسی و پیگرد قانونی خواهد داشت. من به همین مناسبت ضمن این که خوشحال هستم این مسئله مورد توجه قرار گرفته، یک تذکر عرض بکنم. هفته گذشته من عرض کردم ما با مظاهر گناه همیشه مبارزه کردیم. شما مؤمنینی که در مصلا هستین، شاید 16 سال کمتر بیشتر میشه در این مصلا، به لطف خداوند برنامه بزرگ و فرهنگی و بیدارگر نماز جمعه برگزار است. در همین شهر در حکومت قبل بعضی از اشخاص، بعضی از افراد که توان اقتصادی داشتن، زمینهای گناه را فراهم میکردن، رقص و آواز برگزار میکردن، خود زمانم تذکر میدادیم. این شایسته یک جامعه اسلامی نیست. او زمان هم که کورس ها برگزار بود، دانشگاه ها فعال بود، ما تذکر میدادیم نباید در کورس و دانشگاه دختر و پسر با هم در یک کلاس، در یک اتاق بنشینند. دختران جوان، پسران جوان شایسته نیست، اما درس بخوانن، کورس برن. کورس دخترانه محیط خاص و شرایط خاص خودش باید رعایت بکنه. کورس و مکتب و دانشگاه مردان شرایط خودش باید داشته باشه. امروز هم به دوستان و دستندرکاران امارت اسلامی عرض میکنم، حریم خصوصی افراد را باید پاس داشت. من هفته گذشتم عرض کردم نباید خیلی به مسائل شخصی مردم وارد بشیم. تراشیدن ریش حرام است، تذکر بدیم. اما اینی که مردم از سر سرک نگه داریم، آقا چرا صورتت اینطوری است؟ اینه باید در قالب حرام و حلال، در قالب اخلاق، در قالب موعظه گفت. همونطوری که دروغ حرام است، همونطوری که
رشوه حرام است، همانطوری که مردم آزاری حرام است. این بحث حریم خصوصی، حالا بیا موبایل یک جوانی را، یک خانم را از دستش بگیر، داخلش باز کن ببین چیه، حالا شاید یک عکسی هم داشت برخلاف میل ما بود، مگه جرمه؟ بله، باید ما جوانمان را طور تربیت بکنیم که از فضای مجازی درست استفاده کنه، از نرم افزار اخلاق و روایت و قرآن استفاده کنه. امروز شرایط زندگی همین است. قرآن می فرماید والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، اینه که کسی را بریم اذیت کنیم، زندان کنیم، بعد از چند روز رها کنیم، بگین آقا ببخشیم ما نفهمیدیم، گزارش درست نبود. این مشکله، این باعث پراکندگی می شود. کسانی که مردان و زنان مؤمن را بدون آن که گناه کرده باشند می آزارند، تهمت و گناه آشکار را به دوش می کشند. پیغمبر فرمود کف عزاک عن الناس فانه صدقه تصدق بها على نفسه، به مردم آزار نرسان، به مردم آزار نرسان، که بی آزاری صدقه است که برای خودت میپردازی. باید زمینه را فراهم بکنیم برای رفاه مردم، برای آسایش مردم. دلهره و استراب و وحشت زمینه یک جامعه کامل و مرفه را فراهم نمی کند. امام صادق فرمود به خدا سوگند که نیکان رستگارند. این جمله امام صادق بسیار زیباست، فاز والله الابرار. در قرآن هم واژه ابرار آمده، یعنی خوبان. از امام صادق سوال شد و حضرت خودشان سوال کردن اتدری مل ابرار، ابرار کیا هستن؟ فرمود هم الذین لا یؤذون الذر، ابرار کسانی هستن که آزارشان به مرچه هم نمیرسد. پیغمبر فرمود کسی که مؤمن را محزون کند، غمگین کند، اذیت کند، بعد همه دنیا را به او مؤمن بدهد بعد از اونی که اذیت کرده، من احزن مؤمنا ثم اعطاه الدنيا، دنیا را به مؤمن بده، لم یکن ذلک کفارته، ای باعث نمیشه که کفاره ای گناهش تانسته باشه، پرداخت کرده باشه، ولم یؤجر علی. امیدوارم که با تبلیغ، با اخلاق، با روشنگری زمینه تدین و رو آوردن مردم را به اسلام و اخلاق اسلامی فراهم کنیم. مسلمان ها عزیزان، ما باید گام ها را بلند برداریم. امروز در دنیا اسلام ستیزی را دارن، نکته دوم، نکته جهانی به عنوان اسلام حراسی را به عنوان یک قانون دارن درست میکنن. همین دنیایی که امروز دم از آزادی و دموکراسی میزنه، دارن اسلام حراسی را به شکل یک قانون در میارن، یعنی به دنیا دارن انتقال میدن، میگن مردم جلب رشد اسلام را بگیرین، قانون دارن تصویب میکنن. در گزارشی که در سال 220 در 886 صفحه از سوی 37 مرکز دانشگاهی از کشورهای مختلف تهیه شده، در این گزارش 800 صفحه بیشتر، نزدیک 900 صفحه، پدیده اسلام حراسی در 31 کشور به عنوان قانون مخصوصا در قاره اروپا داره در حال جا افتادن است. من به عنوان نمونه یکی دو تا را عرض بکنم. باید مساجد ما
مجهز بشن به تبلیغ روز، به صلاح روز. باید دانشگاه های ما، حوزه های ما، انجمن های دینی ما، مراکز حفظ قرآن ما با خشونت کار به جایی نمی رسد. دولت اتریش یک نقشه دیجیتالی درست کرده به نام نقشه ملی اسلام. در این نقشه فهرست آمده، از جمله 620 مسجد، انجمن، مقامات مسلمان را در داخل این نقشه جای داده است. گفتن این نقشه دیجیتالی که مربوط میشه به مساجد مسلمان ها، به دانشگاه های مسلمان ها، به مکاتب مسلمان ها، به عنوان مجرمان احتمالی اینا معرفی شدن. یعنی چی؟ یعنی گفتن احتمالا از این مسجد یک روز حمله صورت میگیره، از این مکتب یک روز یک آدم تروریست بیرون میاید، از این حوزه یک آدم خطرناک بیرون میاید. ما باید حقیقت اسلام را به نمایش بگذاریم. انک لعلی خلق عظیم و قولوا للناس حسنا. اسلام همین است. عمل کرد مسلمان ها باید عوض شود. اونهایی که داعیه دار اسلام هستند، مخصوصا کسانی که در حکومت ها قدرت به دستشان هست، اینها باید متوجه باشند و مردم جامعه باید با هوشیاری و بیداری حاکمیت ها را مدیریت کنند. قدرت مردم ید الله مع الجماعه، قابل توجه و قابل تکیه کردن است. امید است که با شناخت دقیق از اسلام و عمل کرد و کردار من به عنوان نسخه های برگرفته از دستورات دین، وضعیت موجود کشور را تغییر بدهد و روی کرد و برخورد ما در انعکاس اسلام اون چیزی باشد که مورد تأیید و رضای خداوند و پیامبر رحمت است. فرصت به پایان است. روز دوم مصیبت زهرای مرضیه سلام الله علیها است. شما مردم همتان دلداده و ارادتمند با آستانه زهرا هستین. خیلی پیامبر درباره زهرا صحبت کرده، صحبت هایی که اگر مجموعه این صحبت ها را درباره زهرا کنار هم بگذاریم به این نتیجه می رسیم که زهرا محور حق است. هیچ شخصیتی در جامعه بشری به اندازه زهرا نقش برازنده نداره. پدر مثل پیامبر، همسر مثل علی، فرزندان مثل حسن و حسین تا امام زمان، المهدی من ولد فاطمه، مهدی از فرزندان فاطمه است، دختر مثل زینب، روایات را که از بیبی داریم، برخورد را که بیبی داشته، چه در زمانی که پیامبر همراه و همدل با زهرا و زهرا در خانه پدر بود که همه نوشتن، همسر پیامبر حضرت عایشه هم نقل کرده که وقتی پیغمبر مسافرت میرفت آخرین کسی را که بایش خداحافظی میکرد زهرا بود، وقتی برمیگشت اولین کسی را که به دیدنش میرفت فاطمه بود. حتی وقتی خوابیدن پیغمبر میرفت صورت زهرا، سر مبارک زهرا، سینه زهرا را میبوسید، بعد میآمد میخوابید. روز چند بار در خانه زهرا میرفت، سلام میکرد. نه یک روایت، نه دو روایت، ده ها روایت داریم. پیغمبر میفرمود ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک. فاطمه جان، خدا به غضب تو غضب میکنه و به رضایت تو راضی میشه. من یه سوال از همه شما عزیزان، اگر مادرمون از ما ناراضی باشه حکممون چیه؟
و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. خدا میگه مرا بپرستین، به پدر و مادر نیکی بکنین. پیغمبر فرمود زهرا مادر من پیغمبره. چی تعبیر بالاتر از این؟ خیلی عظمت داره بی بی. اما متاسفانه ما مسلمان ها کم زهرا را میشناسیم. فاطمه جان، با این عظمتی که پیغمبر به قول امام صادق شما را معرفی کردن، نمیدانم چی اتفاق افتاد، برنامه چی بود، شب 8 نفر بدن تشییع کردن. معمولا اگر کسی شب از دنیا بره نگه میدارن، این صبح ها مسجدها را دیدین فوتی اعلام میکنن، فلانی فلانی فلانی. این نسبت داره، مادری از دنیا رفته، پدری از دنیا رفته، فرزندی از دنیا رفته، همه را خبر میکنن. اما زهرا بین نزدیک اذان مغرب و عشاء از دنیا میره، وصیت میکنه علی جان شب غسلم بده، شب کفنم بکن، ولا تعلم احدا، کسی را خبر نکن. من فقط اون مطلبی را که در خطبه 202 نهج البلاغه آمده همین عرض بکنم، اون روزه من امین باشه. لما قبضت فاطمه علیه السلام، وقت زهرا از دنیا رفت، دفنها امیر المؤمنین سر را، علی مخفیانه زهرا را دفن کرد سر را، و افا علا موضع قبره. میدونین معمولا قبره که درست میکنن بلند میکنن، مینویسن، سنگ میگذارن، جای قبره بالاخره مشخص میکنن فردا مردم برن بشناسن. اما علی صورت قبر را از بین برد، افا علا موضع قبره، قبر زهرا را طوری کرد که قابل فهم نباشه، غیر از امام زمان کسی او آدرس بلد نیست. خیلی آماده ای، خلاصه هم نوایی با میوه دلش هستی. ثم قام، علی از جا حرکت کرد، فحول وجهه الی قبر رسول الله، صورتش برد طرف قبر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، قال فقال السلام علیک یا رسول الله، پیغمبر خدا سلام از من و انی یا رسول الله، انی و سلام علیک ان ابنتک، سلام از طرف دخترت، و زائرتک اونی که به زیارتت آمد، و البائنت فی سرای ببقعتک، او دختری که به همین نزدیکی های تو دفن شد، او دختری که خیلی زود آمد به تو ملحد شد. یا رسول الله، علی داره هم زیارت نامه میخونه، هم با پیغمبر صحبت میکنه، هم روزه میخونه. روزه علی خیلی جانسوز است. فرمود لقد استرجعت الودیعه، امانت برگردانده شد. لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه. دیدین گاهی یک خانه یک چیزی را رهن میدین، بعد از مدت پس میگیرین. فرمود رهن پس گرفته شد، و اختلست زهرا، زهرا نجات پیدا کرد، زهرا از این غمها خلاص شد. اما آسمان و زمین خیلی چهرش زشت شده، آه که اندوه، اندوه هم جاودانه خواهد ماند، دیگه غم علی پایان نداره، بیخوابی قرین شبهای هم خواهد شد. یا رسول الله، دیگه علی شبها میایه بالای قبر مخفی برای زهرا سوزهای دلش میگه، غم از دلم نخواهد رفت تا خدا مرا در جوار تو ساکن گرداند. چقدر مصیبت زهرا بر علی سنگین است، ضربه ای که دلم را خسته کرد. یا رسول الله، غصه ای که تا ابد پیوست، چی زود جمع ما پریشان شد. خدایا، علی می فرماید شکایت به خدا می برم، اما به همین جا بسنده نکرد. فرمود به زودی دخترت تو را آگاه می کند که چگونه امتت بر ستم او هم پشتی کردن. ستنبئو که امتو ابنتو به تظافر امتی که علا هزمها.
انا لله و انا الیه راجعون و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا به حقیقت زهرا، به حقیقت پدر زهرا، شوهر زهرا، بچه های زهرا، به حقیقت مهدی زهرا فرج اون عزیز معجل بفرما، حوائجش فوق رغبتش برآورده فرما، امنیت کشور ما خدایا کامل تأمین بگردان. خدایا ناامنی، خدایا فقر، مشکلات، گرفتاری ها، فشارهای اقتصادی که بر مردم ما از طرف دشمنان اسلام و مسلمین خدایا وضع شده همه را تبدیل به عزت و پیشرفت بگردان. خدایا پروردگارا باران رحمتت با برکت و بدون آسیب خدایا نزولات آسمانی بیش از پیش نصیب و روزی ملت ما بفرما. خدایا این مردم و ملت و این حاکمیت را در محوریت قرآن به همدیگه نزدیک و مهربان فرما. خدایا کسانی که در مسیر اختلاف، تفرقه، بیداد و جدایی تلاش میکنن اگر قابل هدایتن هدایت، ورنه از صفحه روزگار برانداز. عزیزانی که با حضورشان در مراسم، در مجالس، مخصوصا در این فضای ملکوتی نماز جمعه و عزت و اقتدار اسلام می افزایند، خیر دنیا و آخرت نصیبشان بگردان. فرج آقا و مولای ما صاحب الزمان برسان. ما را شریک ناله ها و گریه های اون عزیز بر مادر جوان و 18 سالش قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئك هو الابتر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.